چقدر برای شخصیت دانمارکی آماده کردید؟ زیرا تفاوت قابل مشاهده‌ای بین دانمارکی وجود دارد. و هیکل همایون سعید. چون این فیلمنامه 5 ساله است. و من فکر کردم. من آن زمان آن را انجام می‌دادم. و الان 5 سال گذشت. و حالا بالاخره فرصتی برای کار روی آن پیدا کردم. پس کاری که من کردم این بود. 20 یا 25 روز قبل از هر پروژه از جانب من رژیم می‌گیرم. شروع می‌کنم به مراقبت از خودم. شروع به رفتن به باشگاه تا بتوانم مناسب به نظر برسم. اما برای این کار نکردم. در عوض فکر کردم لازم نیست. من بیشتر چاق به نظر میرسم. یا چگونه یک مرد نامناسب به نظر میرسد. کسی که مراقب خودش نیست. این یک نوع شخصیت بود. بنابراین بیشتر به شخصیت من میآید. بنابراین من وزن زیادی اضافه کردم. یعنی اجازه دادم خودش به دست بیاره. آن را متوقف نکرد. زیاد خورد. خوردن زیاد لذت بخش بود. شروع کردم به احساس بیحالی. برای مردی که فقط اینطور مینشیند. و من در زندگی واقعی نیز این گونه رفتار کردم. بنابراین کاری که من برای شخصیت انجام دادم این بود. من زیاد خوردم. شانه هایم را انداختم. در واقع آنها خودشان را رها کردند. وقتی اینقدر وزن اضافه کردم. چرا عدنان صدیق را برای شاهوار انتخاب کردی؟ عدنان صدیق. از روز اول وقتی شروع به بحث در مورد فیلمنامه کردیم، آقای خلیل از روز اول او را توصیه کرد. و ما هم همین فکر را می‌کردیم که عدنان صدیق این شخصیت را به بهترین نحو انجام خواهد داد. آنها جذاب هستند و بیش از حد عمل نمی‌کنند و کار شگفت انگیزی انجام می‌دهند. آنها یک بازیگر شگفت انگیز هستند. بنابراین ما همیشه او را در ذهن داشتیم و کاراکتر را انجام داد. آزاردهنده ترین چیز را در مورد عزا خان به ما بگویید. ای ندارد. او هیچ عادت آزاردهنده‌ای ندارد. خوبی او این است که او همیشه تمرکز می‌کرد در خطوط او. و شما می‌دانید فیلمنامه او را همیشه حفظ کرد. غذا خورد و به بچه‌هایش فکر کرد. در مورد آنها زیاد صحبت کرد. پس اصلاً آزاردهنده نیست. تمام روز نگران برگشتن نزدیک خانه بود. او مدام در مورد بچه‌هایش در متن می‌پرسد یا شوهرش. بنابراین او این کار را تمام روز انجام می‌داد. تمام چیزهای خوب. او هیچ عادت آزاردهنده‌ای ندارد. اکنون بهترین چیز را در مورد او به اشتراک بگذارید. مواردی که من به آن اشاره کردم. حالا عادات آزاردهنده خود را به ما بگویید. من عادت آزاردهنده که من خیلی جدی سر صحنه می‌نشینم و من زیاد صحبت نمی‌کنم. که من فکر می‌کنم دیگران آزاردهنده می‌دانند و فکر می‌کنم شاید عادت خوب همان است که سر صحنه ساکت بمانم. صحنه‌ای که برای شما بسیار چالش برانگیز بود. یک صحنه در قسمت 12 وجود دارد که برای من چالش برانگیز بود و من انجام بسیاری از صحنه ها را دشوار می دانم. آنهایی که خطوط زیادی دارند. هر صحنه‌ای که خطوط زیادی دارد. من بسیار خستم که من تمام این خطوط را یاد گرفتم. درسته. همایون سعید چه توصیه‌ای به دانمارکی می کند؟ توصیه می کند که صبر. اینجوری باید صبور باشی. و شما می دانید و هر اتفاقی بیفتد شما نباید به همون شیوه واکنش نشان دهید، نه به صورت جنگی. من در واقعیت اینگونه هستم. من درگیر درگیری نیستم و من ترجیح میدهم دیگران را ببخشم. آیا اعتقاد دارید که عشق بی قید و شرطی مانند این وجود دارد؟ مثل دانمارکی؟ بله انجام میدهم. آیا در دانشگاه تپنده قلب بودید؟ نه من نبودم. به نظر شما چه چیزی یک ازدواج را ادامه می‌دهد؟ من فکر می‌کنم باید اعتماد کنیم یکدیگر و باید قدرت بخشش را داشته باشد. ممکن نیست که هر دو شریک شبیه هم هستند. هر کسی عیب‌های خود را دارد. ما باید عیوب دیگر را نادیده بگیریم. من فکر می‌کنم زندگی شما بهتر خواهد شد. بهتر بمان. آیا قسمت 12 همه چیز درباره یک شب طولانی است؟ شاید. شور دانمارکی یا دانمارکی شور را می کشد. این شب خیلی مهمه که در قسمت آینده خواهد بود. چرا دانمارکی محوش را در قسمت 11 متوقف نکرد؟ نه به او می گوید. من خیلی ناامید و استرس دارم. در واقع چیزی که او نگفت. نگفت چون
او به این موضوع فکر کرده است. او قبلا در قسمت 11 هم به آن پاسخ داده است. اگر دختر تصمیم گرفته باشد رها کردن، پس او را متوقف نکن. زیرا او قبل از رها شدن تصمیم خود را گرفته است. دیالوگ چیزی از آن نوع بود که او پاسخ می‌دهد. او در واقع او این کار را نکرد. او نمی‌خواست او را مجبور کند. او اکنون می‌دانست که او نمی‌خواهد با او باشد که از عشق افتاد. دانمارکی چگونه با رومی برخورد خواهد کرد؟ حالا می‌بینید. ما شخصا چنین فکر می‌کنیم. وقتی جلوی بچه‌هایمان دعوا می‌کنیم، ما فکر می‌کنیم که باید در خلوت بحث کنیم. اما بچه‌ها همه چیز را می‌دانند. بنابراین در حال حاضر، بعداً خواهید دید، اتاقی چه فکر می‌کند؟ آیا دانمارک کاری انجام داد که ماویش را مجبور به ترک کرد؟ من فکر نمی‌کنم که او کاری انجام داد. فکر کنم شهوار بود. و خودش را محوی می‌کند. آیا جامعه ما می‌تواند ماویش را ببخشد؟ حالا می‌بینید، روشی که جامعه ما کار می‌کند. آنها یک درام را به گونه‌ای تماشا می‌کنند. آنها فکر می‌کنند که بله، همایون سعید این بی‌گناه است. حداقل الان به چی فکر می‌کنند؟ و ای به این صورت است. بنابراین ای است. برخورد با برخی مشکلات مردم او را اذیت می کنند که به نظر من خیلی اشتباهه. او نقش یک شخصیت را بازی می کند، چون او این کار را خیلی خوب انجام می دهد. بنابراین همه فکر می کنند که او در واقع این گونه است. اما این درست نیست. ماویش این گونه است. یکی در درام و من نیستم. اون بیگناه. راهی که در درام نشان دادم، اما من هستم. تا حدی آن معصوم. روشی که او صبور است، مقدار صبری که دارد. من هم آن بیمار هستم. چرا دانمارکی عصبانی نمی شود؟ می بینید که خیلی ها اینطور هستند و او را بسیار دوست دارد. چرا دانمارکی در بسیاری از تصادفات دوچرخه سواری می شود؟ او به درستی دوچرخه سواری نمی کند. مورد علاقه همایون سعید چیست؟ چالش برانگیزترین شخصیت دوران حرفه ای او. می بینید، می دونی من نمی دونم. به کار من به عنوان یک چالش نگاه کنید. اگر فیلمنامه و شخصیت را دوست دارم و اگر کارگردان خوب باشد، من واقعا خوب عمل میکنم، یا بهتر. اما من چند کار در زندگیم انجام دادم که من خیلی دوست داشتم. مثلا من یک درام از مهرین جبار به نام آبتون جا ساکت هو، بعد از آن مهندی و سپس عشق جون و دیوانگی و سپس دوره‌ها بود. دیلاگی اخیراً و سپس پنجاب نهی جاگی بود. و بعد این یکی من تو را دارم. برنامه های آینده شما چیست؟ بیشتر من. ما شنیدیم که این دو سال آینده شما بسیار شلوغ است. آره، من در واقع دارم دو فیلم می سازم. یکی دو فیلم هم در دست کار است. بنابراین من فکر می‌کنم که دو سال آینده صرف کار روی این فیلم ها خواهد شد. و سپس پس از آن بد نیست یک درام بسازم در حدود 12 یا 13 قسمت. آیا کار روی فیلمنامه ای را که میخواستید روی آن کار کنید شروع کرده اید؟ نه، من شروع به نوشتن نکردم، اما من شروع کردم به فکر کردن در مورد آن که قراره چی کار کنم. من یک چیز را میدانم، این یک درام طولانی 26 قسمتی نخواهد بود. قسمت های کمتری خواهد داشت. و در مورد فیلمنامه، من و ندیم با هم در مورد آن فکر و گفتگو خواهیم کرد. یک بار به داستان فکر میکنم. کار شروع شده است در سر من. نویسنده مورد علاقه شما کیست؟ آنها مانند هستند. مورد علاقه همه آقای خلیل و عمرا و محمد احمد و فیزه و سیمرا. همه آنها نقاط قوت خود را دارند. پس هر وقت بنویسند، آنها به سبک خود می نویسند. هیچ کس بهتر از آنها نیست. وای چادری. روشی که او فیلم می نویسد. هیچ کس نمی تواند اینطور بنویسد. بنابراین در صنعت فیلم، من فکر می کنم وسای چادری و خلیل الرحمن، آنها به روش خودشون، او مانند هیچ کس عاشقانه می نویسد و برای او کمدی مناسب ترین است. آنها هر دو رام کام می نویسند، اما بود بیشتر جنبه کمدی دارد. خلیل آقای عاشقانه می نویسد. بنابراین هر دوی آنها بهترین هستند برای صنعت فیلم. توصیه می خواهید به نویسنده جدید بدهید؟ نویسندگان جدید، به نظر من بزرگترین تغییری که رو خواهد داد این است در فیلم ها به خاطر نویسندگان جدید خواهد بود.
من احساس می کنم آنها مفاهیم خوبی دارند. ولی اگر بخواهم یک فیلم تجاری بنویسند، و خرید تجاری منظورم نیست، فیلمی با آهنگ و کمدی، حتی اگر یک فیلم جدی بنویسند، بنابراین آنها باید چیز خارق‌العاده‌ای در آن داشته باشند، باید هدفی برای آن وجود داشته باشد، به همراه آن فیلم نامه و کاردستی برای 2 ساعت نشستن پاپل. مردم از فیلم خسته نمی‌شوند. من این را اغلب دیدم، برخی از افرادی که نویسنده خوبی هستند، ولی در کاردستی اشتباه کنید. زربان داستان در فیلم نامه که فیلم خسته کننده به نظر می رسد، حتی اگر فیلم 2 ساعت باشد یا 1 ساعت و نیم، تو نمی‌تونی بزنی. این بار این بار این بار